عرض ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران حاضرین در جلسه و همچنین عزیزانی که ما رو از طریق کانال یوتیوب و همچنین تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال میکنن یا در آینده خواهند. امروز 2 دسامبر 2022 و از ساعت 18 در خدمت شما هستیم با جلسه ویژه هماندیشی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی که موضوع جلسه ویژه امروزمون هست، حق اعتراض، نقض حقوق کودکان و کودک‌کشی در جمهوری اسلامی. امروز میهمان عزیزی هم داریم که در خدمت ایشون خواهیم بود، جناب آقای کاوه آل حمودی هستن میهمان ما و از صحبت‌های ایشون استفاده خواهیم کرد. همونطور که میدونید خیزش مردم خوب ایران 75 روزش رو پشت سر گذاشت و در این مدت متاسفانه طبق آماری که به صورت رسمی ثبت شده 448 تن از هموطنان عزیز ما جان باختن که در این میان 64 تنشون کودکانی بودن که متاسفانه ناجوانمردانه کشته شدن. طبق آمار رسمی که اعلام شده بیش از 18 هزار نفر بازداشتی داشتیم در این مدت که من فکر میکنم البته آمار خیلی بیشتر از این هاست، حتی آمار کشته شدگان، چون تا اونجایی که ما میدونیم نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی خانواده ها رو تحت فشار میذارن که اسامی عزیزانشون رو رسانه‌ای نکنن، بنابراین فکر میکنیم که خیلی آمار بالاتر از این حرف باید باشه، ولی در هر صورت طبق آمار رسمی 448 تن از هموطنانمون جان باختن که از این تعداد 64 تنشون متاسفانه کودکان بودن که عرض کردم به صورت ناجوانمردانه و بیگناه کشته شدن. بنابراین خیلی موضوع مهمی است که در مورد عملکرد جمهوری اسلامی در 43 سال گذشته صحبت کنیم، چون میدونیم که جمهوری اسلامی از همون ابتدا کودک کشی رو در دستور کار خودش داشت با اعدامهایی که انجام میداد. همین دیروز یک من خبری رو خوندم که دو کودک 15 و 16 ساله رو به جرم محاربه محاکمه کردن و قطعاً حکم اعدام هم براشون صادر خواهند کرد. بنابراین کودک کشی و پیکر دزدی، این هم رسم تازه است که جمهوری اسلامی بنا گذاشته. پیکر دزدی از مواردی است که جمهوری اسلامی متاسفانه به اون مبادرت می‌ورزه. در همین زمینه گفتگو می‌کنیم با میهمان عزیزمون جناب آقای کاوه آل حمودی و نظرات ایشون رو خواهیم شنید. آقای آل حمودی، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. با سلام و درود به همه دوستان و بزرگواران حاضر و همه کسانی که برنامه ما رو دنبال میکنن و با درود و سپاس و تشکر از گردانندگان و مسئولین قانون دفاع از حقوق بشر در ایران به خاطر ارگانایز کردن چنین برنامه ای. من ابتدا توضیحاتی رو در رابطه با کنوانسیون بین المللی حقوق کودک میدم و نگاه سریعی به بنود و مواد این کنوانسیون میندازم و سپس بنا به شرایط و وقت باقی مونده به مواد نقض‌ها و چالش‌های موجود در این رابطه خواهم پرداخت. خواهش می‌کنم گردندگان محترم هر جا لازم بشه به من تذکر بدن در رابطه با زمانبندی و وقت برنامه. من ابتدای مقدمه رو میگم، سپس به کنوانسیون حقوق کودک می‌پردازم. البته زیاد وارد جزئیات کنوانسیون نمیشم چون این کنوانسیون در دسترس همه در فضای مجازی هست. فقط اشاره کلی به مواد مهم کنوانسیون میکنم و دو تا پروتکل الحاقی هم هست که فکر میکنم مهم باشن که اینا رو هم یک اشاره مختصر میکنم.
سپس به موارد نقض حقوق کودک در جمهوری اسلامی میپردازم و مقوله کودک کشی با عنوان یک پدیده سیستماتیک و جزئی از کاراکتر جمهوری اسلامی در ادوار مختلف حیات ننگینش همواره وجود داشته و به انقلاب اخیر و موارد و نمونه های کودک کشی هم اشاره خواهم کرد. من با این مقدمه شروع می کنم. روز جهانی کودک 20 نوامبر که مصادف با 29 آبانه. در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک مصوبه سازمان ملل اومده که کودکان ضعیفترین اقشار هر جامعه هستند و عشق به کودک در عقلانیت و عاطفه و ضمیر فردی و اجتماعی جامعه ریشه دوانده. اگر بخوام به سابقه تاریخی این کنوانسیون اشاره کنم، در سال 1959 ایده اولیش بعد از جنگ جهانی بود. اعلامیه حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی میرسه، در واقع مجمع عمومی سازمان ملل. در واقع اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک رو همین تشکیل میده. قرارداد بین المللی، قراردادهای جانبی هم دیگه بوده که در واقع اساس این کنوانسیون رو هم تشکیل میدن، مثل قرارداد بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حداقل سن اشتغال کودکان. در همه اینا مباحثی درباره کودک بیان شده. هدف اساسی این کنوانسیون ایجاد شرایط زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد هماهنگ و متعادل اونا در زمینه اساسی رشد. رشد جسمی، ذهنی، رشد عاطفی، روانی و رشد اجتماعی است. و برای دستیابی به این هدف چهار محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت رو مورد توجه قرار میده. ما دو پروتکل اختیاری هم در کنوانسیون حقوق کودک در سال 2000 هم تصویب شده که من اشاره میکنم. یکی پروتکل کنوانسیون حقوق کودک در رابطه با منع بکارگیری کودکان در جنگ هست. این خیلی مهمه. دیگری پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد منع تجارت انسان، تجارت کودک، تنفروشی و پورنوگرافی کودکان هست که اینا به نظر من پروتکل‌های مهمی هستن. در رابطه با پروتکل اول، عدم بکارگیری، منع بکارگیری کودکان در جنگ هست که همه میدونیم یادآور خاطرات بسیار دردناک جنگ 8 ساله رو داریم که جمهوری اسلامی اولین و بزرگترین ناقض حقوق کودکان شناخته شد. معروف است که در داستان جنگ 8 ساله رژیم به طور گسترده از کودکان در جنگ استفاده میکنه، به خصوص در باز کردن معابر مین از کودکان استفاده میکنه که در جهان پدیده واقعا منحصر به فردیه و بی سابقه است، به خصوص که در درون رژیم هم به این کودکان، منظور کودکانی که در جنگ برای به اصطلاح نیروی به اصطلاح تهاجم و همچنین برای باز کردن معابر مین از اونا استفاده میشه، اصطلاح هولناکی هست به نام سرباز یک بار مصرف، که این نشون میده که چگونه این کودکان معصوم در توسط این رژیم نابکار در واقع تلف میشدن و کشته میشدن به خاطر اهداف جنایتکارانش. یادم میاد یه روزنامه آلمانی یه کاریکاتوری رو از خمینی منتشر کرد که خمینی رو پشت تیربار جنگی
نشسته و قطار فشنگش کودکان هستند. این کاریکاتور در اون زمان در اوج جنگ خیلی سر صدا کرد. این کاریکاتور هنرمندانه پدیده ضد انسانی بکارگیری کودکان در جنگ رو نمایان و برجسته کرده بود و در اون زمان بسیار مورد توجه قرار گرفت. داستان‌های غم‌انگیز داشتن این کودکان که آخوندها اونا رو به عنوان سوخت و هیزم تنور جنگ زنده میهنیشون استفاده کردن. هنوزم که هنوزه این مسائل که اونطور که باید و شاید و اونطور که شایسته است بازگو نشده. میپردازم به کنوانسیون حقوق کودک. به عنوان مقدمه میگم کودکان ضعیف‌ترین اقشار هر جامعه هستند. عشق به کودک در عقلانیت و عاطفه فردی و اجتماعی همه جوامع بشری وجود داره و ریشه دوونده. با این حال دنیای معاصر که درگیر بحران‌های اخلاقی و تنزل وجدان انسانی حاصل برخی گروه‌های تروریستی است، شرایطی رو فراهم آورده که در اون بسیاری از کودکان در اقصا نقاط عالم از آسایش، امنیت و اونچه که حق طبیعی و اساسی این کودکان باشه برای رشد و بالندگی محروم میشن. این ضعیفترین قشر به مظلومترین در واقع افراد قربانیان خاموش، قربانیان رفتار غلط والدین، خانواده، جامعه و حتی دولت مردان خودشون هستن. کودکان پایه و اساس رشد جسمی و عقلی و اجتماعی اونا رو از همون سالهای نخست زندگی آغاز میشه نیاز به حمایت و مراقبت‌های ویژه دارن. این اقدامات باید مفهوم و قالب متناسبی داشته باشه و با توجه به ناتوانی کودک برای استیفای حقوقش جنبه حمایتی وسیعی باید داشته باشه برای کودک. در چنین شرایطی کنوانسیون‌های بین المللی کودک قدمت برخی از اونها به بیش از 8 دهه میرسه، با درک این بحران اجتماعی و برای حمایت از حقوق اولیه و اساسی کودکان که از موجودیت انسانی و اختزاعات سنی اونها ناشی میشه در سطوح عالی تصویب و اغلب پذیرفته شدن. مهمترین مواد کنوانسیون کودک رو میگم. تعریف و مفهوم کودک. بنابر تعریف کنوانسیون کودک به کسی میگن که از بد و تولد هر موجود انسانی از بد و تولد تا 18 سالگی بهش اطلاق میشه. البته این رژیم اومده یک سری مغلطه وسطش انداخته، گفته که رفته توی زمان انعقاد نطفه و این چیزا که بخواد به نوعی در واقع دور بزنه این قضیه رو که از نظر بین المللی پذیرفته نشده. یکی هم از اصول کنوانسیون منافع کودکه. کنوانسیون تأمین منافع کودک رو بر عهده مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاه ها، مقامات اجرایی و ارگان های حقوقی و دولت ها میدونه. یکی تحقق حقوق کودک هست. کنوانسیون دولت ها رو متعهد به استیفای حقوق اقتصادی و اجتماعی کودکان کرده و در جهت بهتر ایفا شدن این نقش امکان همکاری های بین المللی رو هم برای بهبود وضع کودکان پیش بینی کرده. یکی روی مسئولیت والدین هست. کنوانسیون کشورهای عضو رو موظف به رعایت و محترم شمردن حقوق و مسئولیت ها کودکان با سرپرستان قانونی کودکان برای پرورش مناسب اونها کرده. یکی هم موضوعی هست به نام به رسمیت شناختن حق ذاتی یعنی طبیعی کودک هست. کنوانسیون حق ذاتی هر کودک برای زندگی رو به رسمیت شناخته و تضمین ایجاد حد اکثر امکانات برای بقا و پیشرفت کودکان رو بر عهده کشورهای عضو گذاشته.
این خیلی مهمه. یکی هم هویت کودک هست. کنوانسیون هویت کودک رو شامل ملیت اون، نامش، روابط خانوادگیش رو از حقوق مسلم کودک شناخته و تأکید میکنه در هیچ شرایطی نباید کودک از این حقوق محروم بشه. شایان ذکره که حقوق هویت کودک به طور سیستماتیک و گسترده در رابطه با هم کودکان ایرانی و هم کودکان غیر ایرانی نقض میشه. مثلا ما در منطقه بلوچستان شاهدیم، همه داستان قطعا داستان غم‌انگیز و مرگ فجیع خدانور لجه‌ای رو شنیدن که خدانور به طرز بسیار دردناکی توسط رژیم کشته شد و خدانور شناسنامه نداشت. همچنین بسیاری از دیگر کودکان در بلوچستان فاقد برگه‌های هویت و شناسنامه. این یعنی که این کودکان از حق تحصیل هم محروم هم. همچنین در رابطه با شهروندان افغان هم، افغان مقیم ایران نیز نقض فاحش حقوق کودک هم دیده میشه. حتی کودکانی که پدر مادرانشون هم ایرانی الاصل هستن از داشتن شناسنامه محروم هم. نداشتن شناسنامه اولین معنیش اینه که کودک از حق تحصیل و پرورش و تربیت محروم میشه. این خیلی دردناکه. اینو در واقع این خلأ تا آخر زندگیش باش خواهد بود. یکی موضوع پیوستن به خانواده. میدونین که در جنگ ها، در بحران ها، در جنگ های داخلی و در این چیزها کودکان از خانوادهشون جدا میشن. کنوانسیون بر اصل انسانی پیوستن کودکان به خانواده تاکید میکنه و دولت‌ها رو موظف میکنه که پاسخگو به درخواست کودک یا والدین برای ورود یا ترک کشور برای پیوستن به خانوادهشون رو فراهم بکنه. یکی منع قاچاق کودکان هست. کنوانسیون قاچاق کودکان رو جنایت و ممنوع اعلام کرده و در کشورهای عضو کنوانسیون باید اقدامات جدی در جهت مبارزه با انتقال کودکان به صورت قاچاق به اجرا در بیارن. در واقع کنوانسیون همچنین برای کودکان آزادی تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت‌آمیز رو به رسمیت شناخته و جزء حقوق کودک دونسته. دولت‌ها باید این حقوق رو به رسمیت بشناسن و در اعمال این حقوق محدودیت اعمال نکنن. یکی حفظ حریم شخصی کودک هست. هر کودک یه حریم شخصی باید داشته باشه. کنوانسیون هر گونه دخالت و ملاحظات غیرقانونی، خودسرانه و هتک حرمت کودکان را در امور خصوصی و خانوادگیشون و حتی مکاتبات کودکان رو هم ممنوع اعلام کرده. یکی کودک باید دسترسی به مطالب و اطلاعات متناسب بر اساس شرایط و چیزهای روز جامعه باشه. کنوانسیون کشورهای عضو تشویق میکنه تلاش برای ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی‌های سالم برای کودکان و به ویژه از طریق رسانه‌های جمعی رو فراهم بکنه. دسترسی کودکان به اطلاعات و مطالب از منابع کودکان، منابع ملی یا بین المللی، خصوصا در موارد مربوط به اعتلاء رفاه اجتماعی و معنوی و اخلاقی و بهداشتی، حتی جسمی و روانی هم رو توصیه کرده. اینها حقوق مهمترین بنود حقوق کنوانسیون کودک هستند. ببخشید ادامه بدم. آقای آل‌عمودی خیلی ممنون از صحبتاتون. دوستان گویا سوال دارن. از عزیزانی که حاضر در جلسه هستن اگر کسی نظر یا سوال داره لطفا با علامت دست نشان من رو راهنمایی کنید.
سلام قبول باشید. عرض می‌کنم، در خدمتون هستم. سلام دارم خدمت همه دوستان، همکاران محترمی که امروز در جلسه ما شرکت کردن. خب آقای آل حمویی، شما خیلی مطالب مختلفی رو عنوان کردید. من بالاترین مطلب رو که خب نداشتن اون هویت اصلی، یعنی همون نداشتن شناسنامه، واقعا یه چیزی هست که در ایران متاسفانه وجود داره. خب ما میبینیم که در شهرهای مثل سیستان و بلوچستان، سمت استان سیستان و بلوچستان، اصلا بهشون شناسنامه نمیدن. در استانهای کرد نشین ما هم به همین منوال هست که چرا اسمهای فارسی انتخاب نمی کنه، چرا اسمهای، البته بگم فارسی نه، اسلامی چرا انتخاب نمی کنه، این گزینه بهتری هست. و اینکه اجازه نمیدن بچه‌های کردها، بچه‌های ترک‌ها نسبت به اون فرهنگی که دارن، اون اسمی که دوست دارن رو برای فرزندانشون بگذارن. خب ما اسمش هم هست که یک سازمان یونیسفی وجود داره و این سازمان یونیسف باید از تمام بچه‌های دنیا، نه فقط حالا بچه‌های ایران، دفاع کنه. اما ما وقتی که در زمان پاسخگویی این یونیسف هستیم، می‌بینیم که فقط در حد یک شعار هست، فقط در حد یک صحبت هست، ولی که هیچ کاری انجام نمیدن. خب به نظر شما وقتی یونیسف این که بالاترین رتبه است در سازمان ملل در کل دنیا، ما باید چیکار کنیم؟ چطور صدای بچه هامون باشیم؟ چطور بتونیم این حق یک اسم رو، حق یک زندگی رو که دوست بچه های ما دارن، بتونیم از دولت مردان جمهوری اسلامی، یا به قولی امروز خیلی حرف خوبی شنیدم، جمهوری تروریستی به اسم مستعار جمهوری اسلامی، این رو ما باید چه جوری باید بتونیم این حقوق رو یه جوری از دنیا بگیریم؟ چون واقعا از ایران که نتونستیم بگیریم، از جمهوری اسلامی نتونستیم بگیریم. مرسی، ممنون میشم که پاسخ بدید. مرسی. ممنون از شما خانم مباشری. آقای آل حمودی، سوالات رو تک به تک پاسخ میدید یا دوستان دیگه هم سوال بفرمایند؟ بعد من اگر از نظر من میپرسی اجازه بدین تک به تک جواب بدم، چون ممکنه بسیار از یاد بره. بله بفرمایید. تشکر میکنم از خانم مباشری، درست گفتم اسمتونو؟ از نکاتی که اشاره کردین، نداشتن هویت موضوعی است که در حقیقت تأثیر خیلی گسترده و ادامه داری بر سرنوشت کودک میذاره. شما اشاره کردین حتی اسامی، انتخاب اسامی هم در جمهوری اسلامی در اختیار والدین کودک نیست. متاسفانه چنین چیزی هست. شما اشاره کردین به یونیسف. یونیسف وظیفش اصلا برای حمایت و چتر حمایتی کودکان هست، ولی متاسفانه مثلا خیلی به بهانه‌های واهی، اینکه رژیم مثلا تهدیدشون میکنه که دفترشون رو در تهران میبنده، به همین خاطر کشیده میشن به مماشات و از حقوق کودک میزنن به خاطر حفظ مثلا دفتری که در جمهوری که شما به درستی توصیف کردین، جمهوری تروریستی که به اسم مستعار جمهوری اسلامی هست، بخوان دفتر داشته باشن، زیرا که این در واقع وظیفه و مسئولیت انسانی بزرگی که به عنوان چتر حمایتی برای کودک، این موجود انسانی که خودش نمیتونه از خودش دفاع بکنه و در ضمیر هر انسانی این کودک جایگاه ویژه‌ای داره، ولیکن اینها فدای این منافع کودک رو فدای منافع زودگذر و ملاحظات سیاسی میکنن که متاسفانه به نوعی شراکت در جنایته.
یا بخوام در حقیقه نگم تون نرم، مثلا بخوام بگم به نوعی چشم بستن به نقض فاحش حقوق کودکان توسط رژیم های سرکوبگر هست. متاسفانه چنین خلایی وجود داره و این رژیم همواره اومده از این به اصطلاح فشارپذیری ها و از این مماشاتی که سیاست اپیسمنتی که با خود رژیم پیش میبرند سوء استفاده کرده. واقعیت دردناکیه که شما اشاره کردید. ممنون از شما آقای آل حمودی از پاسختون. خانم سونیا سوارکوب میشنویم شما رو. سلام، وقتتون بخیر. من موردی که حالا توی ذهنم اومد در مورد پایین آوردن سن ازدواج توی ایران و کودک همسری در واقع هست که الان دولت جدید خیلی داره روش کار میکنه، مانو میره تبلیغات میکنه و این قشنگ نقض فاحش حقوق کودکانه. ولی خب متاسفانه چه نهادهای داخلی چه نهادهای بیرونی نادیده میگیرن این موضوع رو، فقط به خاطر اینکه در راستای سیاست‌های داخلی هست یا توانایی برخورد علنی با این موضوع نمیتونن بکنن. نهادهای بین‌المللی هم چون که قدرت اجرایی ندارن واکنش خاصی نشون نمیدن. تو هیچ زمینه‌ای تا حالا نشده واکنش خاصی غیر از بیانیه یا تهدیدنامه یا محکوم کردن، فقط در همین حده. چی کار میتونیم بکنیم که بتونیم بهتر جواب بگیریم و از کودکانمون توی این رژیم دفاع کنیم یا حداقل فرهنگ سازی بتونیم انجام بدیم؟ ممنون میشم پاسخ از شما خانم سوار. بله ممنون از شما خانم سوارکوب. آقای آل حمودی بفرمایید. من سلام میکنم و تشکر میکنم از خانم سوادکویی که ایشون به موضوع مهمی اشاره کردن. من در جلسه دیگری که خاص مسائل زنان بود به این موضوع اشاره کردم. ببینید، موضوع کودک همسری یک موضوع واقعا دردناک و فاجعه باری است که این رژیم الان اشاره میکنم به یک مغلطه‌ای که این رژیم جمهوری اسلامی میکنه. ببینید، جمهوری اسلامی اومده سن بلوغ رو برای دختر 8 سال فکر کنم 8 سال و برای پسر 15 سال تعیین کرده. بعدم اومده یک کلکی زده گفته که در برخی شرایط منوط به رأی قاضی هست. یعنی مثلا اون نگاه میکنه به اون بچه، فکر میگه که مثلا رشد جسمیش به اندازه هست که میتونه ازدواج کنه و در حقیقت این کودک همسری یکی از جنبه ها و وجهه‌های بارز و ضد انسانی ترین نمود تفکر بنیادگرایانه ارتجاعی است که در حقیقت به طور سیستماتیک، ببینید بیخود نیست که سن فحشا در همین جمهوری اسلامی به زیر 13 سال رسیده. خیلی دردناکه. ببینید در یک جامعه‌ای که اینطوری اشاعه میدن کودک همسری رو، خب یک جنبه دیگرش میشه همین پایین اومدن سن فحشا و تنفروشی که پایش هم فقره. متاسفانه چنین چیزی هست و متاسفانه این ارگانهای که بایستی حامی حقوق بشر باشن، حامی حقوق کودکان باشن، به دلیل
نداشتن قدرت اجرایی یا به بهانه اینکه مسائل داخلی است و ما حق دخالت نداریم، ماکسیموم ابراز تعصب میکنن و نه بیشتر. این یک مشکل و معضل جهانی هست، ولی ما نیست که کشورمون اسیر یک دیکتاتوری بنیادگرای بسیار خشن هست. ما بیشتر از همه مردم جهان از این مسائل و از این مماشات هایی که با دیکتاتورها میشه رنج میبرید. این یک واقعیت دردناکی است. بعد آقای اهل حمودی، درست فهمیدی، شما به نکته خوبی اشاره کردی. من میخواستم اینو اضافه کنم. برای شما گفتید سن فحشا، سن اعتیاد هم خیلی پایین اومده متاسفانه تو جمهوری فاسد اسلامی ایران. و نکته دیگه هم این بود که کودک فروشی، متاسفانه اینم یک موضوعی هست که هست تو بسیاری از مناطق، کودک میفروشن خانواده ها به دلیل فقر، و این موضوعاتی است که باید بهش بررسی شه. و فکر می‌کنم عدم وجود قانون و موارد قانونی حمایتی اینا فکر می‌کنم خیلی مهمه. خب خانم سامانی رو هم بشنویم. خانم سامانی بفرمایید. سلام خدمت همه. دوستان و استاد گرامی، من یه سوالی داشتم. خب هر بچه حق حیات داره، درسته؟ خب حالا اونایی که میکشن که حق حیات ازشون گرفته میشه، ولی اونایی که پدر مادرشون از بین میرن، یا اینکه الان یه بچه 5 ساله‌ای که مثلا کور شده، یا خیلی های دیگه، تکلیف اونا چیه؟ اونا چه گناهی دارن؟ یا چه جوری میشه به اونا کمک کرد؟ به نظر من اونایی که مردن، آره بهشون خیلی ظلم شده که مردن، ولی بچه‌ای که کور شده، کور مادرزاد که نبوده، الان مثلا یه چشم بچه از دست رفته، یا خیلی های دیگه. الان من خوندم که یه چشم پزشک میگفت مثلا طرف 15 سالشه چشمشو از دست داده، این میخواد حداقل 70 سالگی زندگی کنه، اون موقع مثلا باید چی کار کنه؟ این که کور مادرزاد نبوده، میگفت که اینا خیلی بدترن، یعنی اینا مثلا سندای زندن. ممنون میشم جوابم بدید. بله شما به نکته دردناکی اشاره کردیم که این دیگه جنبه دیگری هست. من یک سوال از شما میکنم، ببخشید سوال رو نمیشه با سوال جواب داد، ولی خب اجازه بدیم یه یادآوری دیگه بکنم. از رژیمی که خودش میاد شهروندهای خودش ناقص العضو میکنه، قطع انگشتان دست، قطع پای راست و دست چپ، نمیدونم در آوردن حدقه چشم، مگه اینا نشده تو جمهوری اسلامی؟ شده، به ثبت رسیده، فیلماش هست. ببینید از یه رژیم، اصلا با ما به این اروپایی ها میگفتیم باورشون نمیشد، میگفت قلق میکنید شما، تا فیلماش آوردیم بهشون نشون داده، میگفتن که یعنی نمی گنجه. می گفتن مثلا در رابطه با یکی از دوستان اشاره کرد که آقای شایگان اشاره کردن کودک فروشی، می گفتن این مال خیلی وقت پیش بود که توی آمریکا به دلیل رکود وحشتناک اقتصادی یک مدتی یه خانواده که مثلا 5 تا بچه داشت، 2 تاشو میفروخت یا میداد همینطوری که نمیتونست 5 تا رو مثلا سیر بکنه. فکر کنید یک مادر چطوری جگرگوشه خودش رو به دست خودش میفروشه، این چقدر دردناکه. بعدم اون مادر چقدر دیگه واقعا به استیصال رسیده باشه. حالا اشاره کردین به این که موضوع حق حیات، موضوع حق حیات الان در تمام دنیا موضوع به اصطلاح مخالفت با اعدام جنبشی است که جا افتاده و در تمام دنیا دیگر کشورها یکی یکی دارن حکم اعدام رو
لغو میکنن. ولی ببین این رژیم نه تنها اعدام میکنه، نه تنها سیستماتیک حذف میکنه از به اصطلاح شهروندهای خودشو میکشه، در واقع قتل عام میکنه، بلکه با توطئه میاد زندانی رو میشونه تحت شکنجه، اعتراف اجباری میگیره و بر اساس اعترافات خودش محکومش میکنه، اعدامش میکنه. همین اشاره‌ای که کردید که دوتا کودک 15-16 ساله اینا به عنوان محارب و فلان مفسد فی الارض و یعنی این چیزا شناخته شدن، خب زمینه سازی میکنن برای اعدام این کودکان. این بچه 5 ساله‌ای که کور میشه در حقیقت این زندگیش به مسیر دیگه ای خواهد رفت و واقعا تا عمر داره هم خانوادهش و هم خود این کودک از این ضایعه درد میکشن و رنج میبرن. اینها دردهایی است که واقعا باید فریاد زد. میگین راهش چیه؟ من میگم که راهش اینه که ما به جای این که بیاییم وقت و انرژیمون رو تو چیزای دیگه مصرف بکنیم، بیاییم در همین حقوق انسانی که هممون مشترکات داریم باش. الان ما ببین دور هم نشستیم، ما نمیپرسیم که فکر چیه، جهت سیاسی چیه، ما همه اومدیم نشستیم حول یک موزل انسانی داریم صحبت میکنیم، همه اون هم جهت میشید، راحت میشه آدم ها رو هم جهت کرد به نظر من حول موضوع حقوق بشر، دفاع از حقوق بشر. این به نظر من پهنه ایست که ما حرف زیاد داریم توش. امیدوارم که من واقعا ارج مینهم تلاش های کانون رو، قانون دفاع از حقوق بشر ایران رو، و در حقیقت من فکر میکنم که ما با مشارکتمون تک تکمون و در وقت گذاشتن و انرژی گذاشتن میتونیم این مقولات رو به گوش جهانیان برسونیم و بتونیم یک به اصطلاح اگر بتونیم توقفی به روی این نقص های وحشتناک بذاریم، موفق شدیم. سپاس. بله درست میفهمید آقای آل حمودی. به هر حال آگاهی داشتن، وقتی یک جامعه آگاه باشه از حقوق خودش میتونه از حقوق خودش دفاع کنه دیگه، و سعی ما هم همین هست که آگاهی رسانی کنیم، افشاگری کنیم نقص هایی که میشه. خانم سوارکوب عزیز مجدد شما رو میشنم، بفهم. ببخشید مجددن یه سوالی برای سوال که نه ببینیم، ما توی فکر میکنم توی حوزه حقوق کودک و اساسا حقوق خانواده قانون ایران خیلی ناقصه، خیلی جای ضعف داره. یعنی حتی منی که مثلا اطلاعات تخصصی زیادی ندارم اینا رو واقعا به چشم میبینیم. وقتی الان خط فقر توی ایران 32 میلیونه، از اون ور دولت میاد راهکارهای اضافه میکنه به دلایل دیگه‌ای مثل حالا پایین آوردن سن ازدواج، ممنوع کردن سقط جنین، تشویق به باروری، و از اون ور نمیاد کنترل کنه سازمان هایی رو بذاری که واقعا کار کنن، مثلا تو خانواده هایی که مثلا بد سرپرستن یا بی سرپرستن، یا اصلا جدا از اون الان مثلا خونه های فحشایی درست کرده به اسم صیغه که یه کلا شرعیه، هممون میدونیم اینو. بچه هایی به دنیا میان که عملا پدری ندارن و پدیده مادر سینگلی به وجود میاد و قانون اصلا اینو تعریف نکرد و اصلا اینو مجاز نمیدونه. یه سری بچه ها از این بابت مثلا بزرگ میشن توی خیابون بدون شناسنامه، بدون هیچ آموزشی. یه سری هم که توی خانواده هایی هستن که به خاطر فقر حالا اقتصادی و بعدش فقر فرهنگی، فقر آموزشی، دوباره راهی خیابون و جامعه میشن و اکثرا بزهکار میشن. فقط فکر میکنم حالا که
جامعه ما از لحاظ قانونی حمایتی نمیگیره، بهتر که خانواده ها همدیگر رو ساپورت کنن، یک کمی از روی فرهنگمون کار کنیم و خودمون رو جدا از این حکومت ببینیم. واقعا ما اگه بخوایم به قانونی که حکومت برای ما تعریف کرده پیش بریم، چیزی از انسانیتمون نمیمونه و خیابونامون هر روز داره بیشتر از هم پر میشه از این بچه‌هایی که یا بد سرپرستن یا بی سرپرستن، یا اینکه اصلا نمیدونن خودشون پدرشون کیه، مادرشون کیه، یا اینکه اصلا پدر و مادرم دارن ولی اینقدر وضعیت اقتصادشون بده که نه آموزش میبینن نه تربیتی میشن، عملا توی خیابون دارن بزرگ میشن و این واقعا یه معضل به نظر من. ممنون از شما، ممنون از نظر خیلی خوبی که دادید خانم سوارکوب عزیز. آقای آلحمود بفرمایید. بله، من به نکته درد واقعا عمیقی که اشاره کردین که خانم سوارکوب در رابطه با اینکه در خود خانواده، ببینید وقتی مثلا در جامعه‌ای که مثلا هیته آموزش پرورش تحت هیته کنترل دولت هست، ببینید وقتی در آموزش و پرورش علنا تنبیه مجاز است یا عملا چشمشونه به تنبیه کودکان و در حقیقت بعضی از تنبیه ها جنبه شکنجه داره میبندن، بعد شما ببینید این در تفکر بنیادگرایانه است که در حقیقت پدر انگار که مالک کودک هست، خانواده مالک کودک هستن، که انگار مثلا این حقوق، این کودک حقوقی نداره که حتی میتونن به اصطلاح کودک رو به شدت آزار بدن، تنبیه بکنن و هست اینا در واقع به طور اما در همه جا هست ولی در کشور ما به طور سیستماتیک هست. گذشته از اون همین پدیده کودک همسری و اینکه آمار بالای طلاق و منجر میشه به فحشا و همین موضوع صیغه و خانه های عفاف و نمیدونم چیزای معضلاتی از این قبیل هست که کودکانی رو که محصول همچه جامعه هست، خب اینا در واقع اولین قربانیان این پدیده های و معضلات اجتماعی هستن و همینا هستن که جذب باندهای دنبال منافع و سود مالی و اینا و به انحرافات مختلف در جامعه دامن میزنن. این یک واقعیت دردناکیه که جزی از در واقع جز بازتاب های مستقیم سیاست ارتجاعی این رژیم جنایتکار هست. در حقیقت در خیلی از کشورها بسیاری از شهروندها جامعه تحت پوشش است. تنها جامعه‌ای که هیچ گونه حمایت چتر حمایتی ندارن و فقرم بیداد میکنه به دلیل رانت و دزدی بی سابقه، ملت از هستی ساقط شدن و ما میبینیم این معضلات روز به روز گسترش پیدا میکنه. سپاس. ممنون از شما جناب آقای شفایی، بفرمایید لطفاً. سلام دوستان، خسته نباشید. مرسی از بحث خوب و بحث بسیار عالی در رابطه با مسئله کودک، چون ما میدونیم که اصلا آینده جامعه ما از همین کودکان هستش، همینطور که مسئولین جامعه الان کودکان قبل بودن و کودک یکی از اصلی ترین به اصطلاح گروه های سنی هستن که آینده کشور رو خواهند ساخت. ولی یه اشکال ریشه‌ای داره، همینطور که دوستمون راجع به کنوانسیون توضیح دادن، تشریح کردن، دوستان دیگه بحث کردیم راجع به کودکان چه اشکالاتی دارن، من یه مطلبی رو مطرح میخوام بکنم. ما در ایران اصلا کودک تکلیفش معلوم نیست که کی کودکه. اصلا کودک
در کنوانسیون گفته کسانی که زیر 18 سال هستن، ولی در جمهوری اسلامی ایران شما اصلا نمیتونید تشخیص بدید که کی کودک. من چند تا مثال میزنم. ببینید از نظر قانونی کنوانسیون که جمهوری اسلامی امضا کرده گفته کودک تا 18 سال، خودش هم 18 سال، یعنی کودک، یعنی کسی که 18 سالش نشده گواهی نامه نمیتونه بگیره، بانک حساب نمیتونه داشته باشه، جزء جمعیت سنی نیست. بعد کودک در اداره حتی نمیتونه استخدام بشه. کودک تا 15 سال حق کار تو جای مختلف رو نداره، یعنی باز در واقع میشه 15 سال به بالا، میشه باز سن بالاتر. بعد برای ازدواج میبینی دختر گفتن 13 سال، پسر گفتن 15 سال، یا حتی یده میگن 9 سال، یده میگن 13 سال، شکلهای دیگری. شما ما قانونیشو داریم میگیم. بعد یه سری قواعد شرعی داره. توی قواعد شرعی ما میبینیم که کودک شرایط معینی نداره، یعنی یه دختر خانومیه، دکترا گرفته، 30 سال 35 سال سن داره، میخواد ازدواج کنه، مردش رو نمیتونه تعیین کنه، باید پدر بیاد تو دفترخونه امضا بده تا این خانم بتونه ازدواج کنه. یعنی یه خانومی که 30 سال هم سن داره حق ازدواج نداره، ولی 12 سالش 13 سالش شوهر میدن. یعنی اصلا هیچ شما قاعده ای برای این موضوع نمیتونیم پیدا کنیم. از لحاظ سیاسی هم که نگاه کنی میگن آقا بچه هست نمیفهمه، اما موقعی که لازمشون باشه میان صندوق رأی رو میذارن، میان از 16 سال بیان رأی بدیم. این هم باز مثلا از نظر نگاه سیاسی که دارن، یا اینکه الان زمان جنگه بیاین بچه ها بریم، دوستمون هم گفت که دیگه بیاین زود توپ و عرض کنم برید مین یاب بشید و برید منفجر بشید، نم چیکار کنه چیکار کنه. و از نظر اجتماعی و بیمه اجتماعی هم باز حادثه داره، یعنی میبینید پسر تا 18 سال تحت نظر بیمه هست، بعد 18 سال به بالا در خانواده نیست، اما دختر تا 25 سال هست. یعنی هیچ چیزی قاعده نداره. از همه اینا مهمتر موقع سرشمار آمار سرشماری میگیرن، کسانی که بالای 10 سالن به عنوان نیروی کار محاسبه میکنه و جزو بزرگسالان حساب میکنه، یعنی زیر 10 سال میشه کودک. اینا در قوانین ما هست، یعنی شما هر گوشش رو نگاه بکنید متاسفانه این موزل رو میبینیم. یکی از دلایل اصلی که در جامعه ما سلامت فکر برای کودک نیست، برای کودک تکلیفش روشن نیست، یعنی اصلا نمیدونیم کودک کیه. آیا یه بچه 14 سال کودک حق شادی داره، حق زندگی داره یا نه، باید بره سر کار بکنه، یا تو آمار قرار میگیره، یا نمیتونه استخدام بشه، یا نمیتونه گواهی نامه، ولی باید بره پای صندوق رأی بده، یا باید بره زن بگیره، یا باید بره شوهر بکنه. یعنی اصلا قاعده نداره. زیر 18 سال میبرن برای اعدام دختر رو به نام عاطف رجبی در نکاح، در 15 سالگی اعدامش کردن. یعنی اصلا هیچ اصولی وجود نداره، هر کسی هر جور دلش میخواد محاسبه میکنه. و این یه موزل بزرگه در جامعه ما، و چقدر خوبه که جامعه به این جهت بره که آه کودک کیه. اصلا بحث شرع و غیر شرع و جامعه چی میگه، فرهنگ چی میگه، اینا باید بره کنار. یعنی باید یک تکلیفی روشن بشه برای این که بگیم آه کودک چند سال سن داره و کودک و کودکی چگونه است. الان بحث همین کودکان کار بود. خب کودک کار که کودکی نمی کنه، بعد میره کار میکنه. داریم فیلم های مختلف از کودک سوال میکنن آرزو چیه؟ میگه آرزو چیه؟ اصلا نمیدونه آرزو چیه، خواستت چیه نمیدونه. این یکی از معضلات این جامعه هست که اصلا خود کودک نمیدونه کی هست و چی هست و چگونه باید زندگی کنه و چه تعریفی داره. نه خودش میدونه، نه پدر مادرش میدونه، نه جامعهش میدونه، نه دولتش میدونه. مرسی. ممنون از شما آقای شفای عزیز. شما راجع به اعدام صحبت کرد، من یاد دوره کودکی خودم افتادم. من تو
14-15 سالگی همبازی‌های خودمون، دو تا از همبازی‌های خودمون تو کوچه که بازی می‌کردیم، حالا یکی از بچه‌ها اون یکی رو هل داد، این سرش خورد به جدول و متأسفانه فوت کرد. بعد اون خانواده رضایت ندادن، بعد این رفت تو زندان و بعدم اعدام شد. حالا شما فکر کنید ما همزمان دو تا از همبازی‌هامون از دست دادیم و اینکه می‌دونستیم یکیش که فوت کرده بود و می‌دونستیم یکی دیگه‌ش هم قرار فوت کنه، میدونید؟ یعنی واقعا تا یک سال من خود، یعنی ما کلا بچه‌ای که با هم بازی می‌کردیم تا یک سال دیگه اصلا بازی و اینا نکردیم، یعنی ذهن و مدام درگیر این بود که فلانی قراره مثلا بمیره، اعدام بشه یا هر چی. این خیلی دردناکه واقعا. آقای آل حمودی نظری دارید یا صحبت‌های دوستانو بشنویم؟ من فقط یه نکته اضافه کنم، شما به نکته بسیار دردناکی اشاره کردی. ببینید، این من یک کلیپ دیدم، میخوام ببینم در واقع توجه بدم که دست خود رژیم در چقدر در کاره. داشت یکی خیلی سوالای هوشمندانه میکرد، دو تا بچه بودن، اینا زیر 10 سال بودن، زیر یعنی بین 6-7 ساله. اومد گفت چیکار میکنید؟ دو تا کیسه زباله بزرگ داشتن. گفته ما آشغال جمع میکنیم. گفته خب شما چیکار میکنید؟ اینا گفت که ما آشغال جمع میکنیم. در حقیقت شهرداری از بابت اجازه به اینها برای آشغال جمع کردن به نوعی از اینا پول میگیره در ماه. میگفت چقدر میگیری؟ گفت 1 میلیون خورده ای من به شهرداری باید بدم بخواب بابت این که من برم تو آشغالا آشغال بگردم. ببینی استثمار چقدره. بحثی کردن آقای شفایی، خیلی نکات خوبی رو اشاره کردن، بحث کودکان کار. بعد کودکان ایران که کودکی نمی کنن. شما به نکته اشاره کردین، چطوری کودکیتون در واقع احساسات کودکانتون پرپر شد با دست دادن دو تا از همبازیاتون. و اینها صحنه هایی است که در ببینید در سال 60 روزنامه اطلاعات یک اطلاعیه زده بود، عکس تقریبا 17-18 تا کودک رو توی صفحه اولش زده بود، گفته بود اطلاعیه دادستانی تهران، افراد زیر، خانواده های افراد زیر تقاضا می شود جهت تحویل گیری اجسادشون به سرخونه مراجعه کنید. 17-18 تا کودک رو در تابستان 60 اینها کشتن بدون اینکه احراز هویت کنن. عکساشون زده بودن. جنایت اینقدر. دردهایی که آقای شفایی گفتن واقعا اینا دردهای اصلی جامعه است. آرزو چیه؟ خواستت چیه؟ بچه نمیگه، اصلا فکر نکرده به این چیزا. متاسفانه تعریف هم که از کودک میکنه تعریف هزل و غیر جدی رژیم کنوانسیون امضا کرده، میگه از بد به تولد تا 18 سال کودکه، بعد میاد میگه که به نظر ما قبل از اونم باز کودکه. تو همین کودکی که به دنیا میاد رو حقوقش رعایت کن تا 18 سالگی. میگه نه، از زمانی که نطفه بسته میشه این کودکه. ببینید هزل غیر جدیه، تمسخر آمیزه برخوردش. به هر حال این موضوع جدی است. این موضوع سپاس. بله، به قول شما حالا اصلا گیریم که از بعد زمانی که نطفه بسته میشن کودک حساب بشه، حقوقش رعایت کنید، رعایت نمی کنن که. آقای حسین بفرمایید. دوستان منم سلام عرض میکنم خدمتتون، ممنون از این سخنرانی زیباتون. آقای آل حمودی یا آل حمودی؟ من آل حمودی هستم.
آله حمودی. بله. من فقط در تکمیل فرمایشات یه نکته رو بگم که این نبود قانون درستی در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای کودک همسری خودش یک معضل بزرگه. مثلا یک سنی رو برای ازدواج کودک در نظر ازدواج در نظر میگیره که ممکنه اون رو پایین بالا کنه هر سال، ولی اگر یک پدر به تشخیص خودش صلاح بدونه بچهش، حالا دختر یا پسر، معمولا تو این جور موارد 80% تا 85% با برای دخترها اتفاق میفته و در باقی موارد با پسرهاست. اگر تو سن پایین‌تر از اون چیزی که تعیین شده پدر تشخیص بده، خیلی جالبه، یعنی یه قانون یک چیزی رو وضع کرده ولی پدر تشخیص بده که الان تو این سنی که هست مثلا کمتر میخوام شوهرش بده بره، قانون هیچ جریمه‌ای برای اون پدر در نظر نمیگیره، یعنی کاملا ساکت تو این زمینه. و وقتی که میخوای پیگیری کنی که چرا قانون ساکت تو این زمینه، بعد شما مجبوری که بری فتواهای مثلا آقای خمینی رو راجع به کودکان ببینی، بعد وقتی میخوای میری اونا رو چک میکنی میبینی اصلا اون فاجعه است، اصلا نمیشه حتی به زبونش آورد. من یادمه سال 2014 یه مقاله، اگه اشتباه نکنم، یه مقاله راجع به کودک همسری داشتم. اصلا من وقتی داشتم مقاله رو مینوشتم به قول یارو یه چشم عشق بود یه چشم خون اینو مینوشتم، چون مجبور بودم برم بخونم، مجبور بودم برم تحقیق کنم، مجبور بودم برم ببینم تو کدوم استانها چند درصد از بچه ها دارن زیر سن قانونی ازدواج میکنن و چه اتفاقاتی براشون میفته. و مثلا تو یکی از استانها به اندازه 8 مدرسه در سال دخترها تو در واقع کودک همسر بودن، 8 تا مدرسه پر. و اینا فاجعه ایه. بعد وقتی که ما میگیم یه چیزی سیستماتیکه باید به این پی ببریم سیستماتیک یعنی چی. ببین مثلا توی قتل غیرعمدی که شما گفتی، مثلا دوستتون رو هول داده یا اصلا یه درگیری شده، تو درگیری یه نفر رو کشته، بعد شما تو قانونتون اینو گنجوندید که اگه یه نفر رو بکشه باید کشتش، یعنی میخواید بگید منی که یک قاتلم، یک جانیم و حالا یک آدمیم که حتی ممکنه از لحاظ ذهنی چیزی داشته، مشکل ذهنی داشته باشم، با شمایی که یک قانونگذار هستید برابری. این خیلی بده، یعنی این که شما میبینید اون کسی که آدم کشته در واقع کشته میشه به دست یک سری آدمی که نشستن قانون گذاشتن. این یک درده. وقتی میگیم سیستماتیک یعنی یک سری آدم با تجربه، با تمام دانشی که فکر میکنن دارن، نشستن تصمیم میگیرن که چه اتفاقی برای بچه ها بیفته و این ناراحت کننده است. ممنونم از فرصت. ممنون از شما آقای آل عمودی. صحبت هایشون رو نظری دارید؟ بله. یا بله، فقط ایشون میخوام بگم که ببینید شما جواب رو گفتین، به بزرگ گفتید که در حقیقت سیستماتیک این رژیم نقص های فاش. ببینید ما رژیمی داریم به نام رژیم ولی فقیه، ولیه یعنی تمام ملت رو صغیر و نادان میدونه و خودش تصمیم میگیره، منتخبم نیستم، اصلا نه ارزشی به نام
صندوق رأی و انتخاب براش مهمه، خودش تشخیص داده همه ملت صغیرن، ولی فقیر نشستی بالای ملت دیگه، ولی فقیر میگه آقا واکسن آمریکایی انگلیسی وارد نشه، مهم نیست چقدر میشه. ببینید ولایت همینه دیگه، از همینه دیگه. ببینید به همین دلیل شما اشاره کردین پدر خودش تشخیص میده که دخترش باید ازدواج کنه، تمام. خب اینم یه نوع ولیه، اون به اصطلاح ولی کوچیک است، اون ولی بزرگ است، به اصطلاح در و پاشنه با هم چفتن. سپاس. ممنون از شما آقای آلامودی. آقای خدابنده سامانی بفرمایید. سلام خدمت همه دوستان و همکاران، تشکر میکنم که این وقت در اختیار من گذاشتید. من فقط میخواستم یک مورد از نقض آشکار جمهوری اسلامی رو خدمتتون بگم. برای قانون کار قبلا قانون کار سن زیر 18 سال اجازه نمیداد به کار بگیری به صورت رسمی، حتی تامین اجتماعی بیمش نمیکرد. چندین ساله که خود قوانین کار اومده میگه اگر نیروی زیر 18 سال را خواستی به کار بگیری میتونی ببریش پزشک معتمد تشخیص بده که این میتونه در اون کار انجام بده، مثلا از نظر توانایی، از نظر جسمی میتونه کار انجام بده و موردی نداره، شما میتونی به کارش بگیری و بیمش هم بکنی. یعنی عملا اومده به صراحت قانون گذاشته باشه که شما میتونید زیر 18 سال استخدام کنی. حالا زیر 18 سال میشه 15 سال، میشه 16 سال دیگه آزاد گذاشت، حتی کار فرما ها را به هیچگونه ایرادی هم نمیاد. تنها ایرادی که بهشون میاد اگر یا تو کار باها و جایی ببینه فقط بیمهشون چک میکنه، اگر بیمه براشون واریز بشه هیچ معنی نداره، شما میتونی بری کارگران این نفر را به کار بگیری. الان قانونی شده، یعنی به راحتی داره حقوقا رو نقض میکنه و قانون صادر میکنه، یعنی مستند، هیچ واهمه هم از این نداره متاسفانه. خیلی ممنون از وقتی من دارد. ممنون از شما آقای خداوند سامانی. نیشتم شما آقای آل حمودی. بله این همین داستان ازدواج کودک همسری هست که در خود قانون حقوق مدنی جمهوری اسلامی اومده که تشخیص به اصطلاح خود قاضی و یا پزشک که مثلا بچه رو میبینه میگه خب میتونه ازدواج کنه، در سن ازدواج است. همینم توی قانون کار آوردن که اشتغال زیر 18 سال با به تشخیص پزشک معتمد گذاشتن. این هم یه نوع کلاشرعیه که مثل همون ازدواج کودک همسری هست، اینا در همین راست هست. سپاس. خانم مباشری میشنم شما رو. خب جناب آقای آل حمودی، ما خیلی صحبت‌های شما رو شنیدیم، واقعا صحبت‌های خیلی خوبی بود، اما ما الان در راستایی داریم کار میکنیم، در موضعی هستیم، در جایی هستیم که دولت مدار جمهوری اسلامی ایران داره از این موضع سوء استفاده میکنه. خب ما به علت مرگ خانم مهسا امینی تظاهرات و تجمع برگزار کردیم، اما چرا دولت مدار جمهوری اسلامی ایران کودکان زیر 18 سال ما رو به خاک و خون میکشند و این همه ظلم میکنند و باز اجساد از حتی از اجساد این کودکان هم دست بر نمیدارن و بعد از طرفی هیچ کس چرا اینا رو نمیگیره؟ این چطوریه؟ ما واقعا با چه کنیم؟ چطور میتونیم صدای این بچه ها باشیم؟ در ابتدای جلسه قبل از اینکه حالا جلسه به طور رسمی شروع بشه، خانم رضاوند خیلی حرف خوبی زد، گفت ما در جای داریم زندگی میکنیم که من و شما میتونیم صحبت کنیم، من و شما زبانی داریم که از خودمون دفاع کنیم، اما دو چیز نمیتونه از خودش دفاع کنه، یک محیط زیست و دو کودک. الان ما چطور میتونیم زبان این کودکان باشیم؟ چه کنیم تا این حقشون بهشون برسیده بشه؟ واقعا یعنی دیگه وقتی که دوستان صحبت میکنن آدم اشک تو چشماش جمع میشه، ولی واقعا چه کنیم؟ چه کنیم که صدای ما به گوش دنیا برسه و کمکی باشه برای این کودکان؟ ممنون میشم پاسخ بدید.
بله ممنون خانم مباشری، واقعا نکته خوبی اشاره کردید. سارینه ها و کیان ها و نیکا ها و اسرا ها و متاسفانه. آقای علمودی بفهم. بله این در حقیقت سوال سختی است که در واقع اینکه کودکان ما رو میکشن و حتی جسدشون هم تحویل نمیدن و یا حق سوگواری به ما نمیدن، حق به اصطلاح مراسم گرفتن بهمون نمیدن، این دیگه واقعا نشان دهنده یک شرایط قرون وسطاییه. واقعا ما بایستی به نظر من هیچ راهی نیست مگر اینکه خودمون متحد و یک پارچه تر حول مسائل انسانی متشکل بشیم و بتونیم صدای خودمون رو به این جهان به ظاهر متمدن ولی چشم و گوش بسته برسونیم که آقا خواهشن از جیب ما، از خون ما، از آزادی ما با این رژیم سرکوبگر و جنایتکار مماشات نکنید. همش اینها ببینید این سوء استفاده میکنه این رژیم با توجه به شناختی که از این به اصطلاح دستگاه‌های موجود در جهان و به اصطلاح سیستم‌های کنترلی که در دستگاه مماشات فقط چیز میکنن تنظیم میکنن، رژیم هم با اینها به اصطلاح بر مبنای همینها داره در هزاره سوم در واقع در قرن 2000 در 2022 داره چنین جنایاتی میکنه که توی خیابون با سلاح گرم میزنه شهروند کودک رو میکشه و جوابگو نیست در حقیقت، چون هیچ کسی اون رو پای جواب نیورده. تنها راهش اینه که ما متشکل بشیم، فریادمون رو بلند و بلندتر بکنیم در همین تشکلاتی که هست، در همین کانونهای دفاع از حقوق بشر اینا بتونیم بیشتر مؤثر باشیم و صدامون رو بیشتر و واضح‌تر به گوش جهانیان برسونیم. سپاس. نه شما آقای آل‌عمودی واقعا دردناکه. مثلا من یه خبر خوندم که یه دختر 5 ساله فکر کنم تو اصفهان تو یا حالا یک شهر دیگه بوده تو بالکن خونه‌شو بازی میکره که متاسفانه ساچمه میخوره و چشمش از دست میده، یا آرمیتا عباسی که الان بیش از 50 روز ازش بیخبریم متاسفانه با وضعیت بدی به بیمارستان منتقل شده بود، بعد از اونجا دوباره معلوم نیست کجا بردنش، تجاوزهای خیلی زیاد و شدید وحشتناک، اصلا خبرها واقعا وحشتناک. خانم سوارکوب عزیز بفرمایید لطفا. من می‌خواستم پیرو حرفای دوستان اشاره کنم به اینکه توی قانون ایران تعریف مشخص از کودک نذاشتن، ولی اومدن کودک رو محجوب دونستن، یعنی کسی که قوای عقلی رشد نکرده و کامل نیست و اجازه انعقاد قرار دادن نداره. اما همین کودک حالا جای دیگه در عنوان حالا همسر میتونه ازدواج کنه، یک تقریبا میشه گفت یه قرارداد خیلی رسمی انجام بده با اجازه پدرش و یا در با اجازه حالا دکتر یا قاضی با علم قاضی میتونه کار کنه، قرارداد کاری ببنده. خب اینا متناقض هم دیگه هستن، از اون ور میگه شعور نداره، عقل نداره، کامل نیست، از اون ور میتونه بگه خانواده تشکیل بده برو کار کن. اینا اصلا درسته، اینا تناقض دارن با هم دیگه. از طرفی به پدر به عنوان ولی اون شخص کودک به عنوان قیمش میاد حتی اجازه میده که
چیز رو به وجود بیاره، قتلای ناموسی مثلا، یا این پدیده رو به وجود میاره که توی ایران هم خیلی زیاده. یادم یکی دو سال پیش فکر میکنم بود رومینا اشرفی که خیلی هم سر و صدا کرد، پدرش اینو کش با داست اگه اشتباه نکنم. پدیده‌ای به وجود میاد مثل این که قشنگ میبینیم که قانون برای مرد توی ایران، پس پدرم تقریبا حمایت میکنه چون قیمشه، اختیارشو داره، نهایتا یه دیه میده. اما همین بچه های نوجوان توی انقلاب امروز نشون دادن، ثابت کردن که فهم سیاسی دارن، شعور دارن و رشد کردن و میفهمن و دارن خودشون از حق خودشون دفاع میکنن. درست میگم اینا؟ الان با اعتصابایی که بچه های کردن توی مدارس، توی مدارس راهنمایی بیشتر بود تا اونجایی که من پیگیری میکردم، نشون دادن که سیاست رو میفهمن، حق و حقوق خودشون رو میفهمن و میخوان نشون بدن که میتونن از حق و حقوق. اون از شما خانم سوارکوب. آقای آلمود بفهم لطفا. بله، من تایید میکنم صحبت های خانم سوارکوب رو. این تناقضات آشکاریه که دستگاه در واقع آخوندی داره. از یه طرف میگه که کودک مهجوره فلانه اینا، بعد میاد اینطوری مثلا کودکی رو که محاکمه میکنه و مجازات میکنه، اعدام میکنه، و یه طرف این دستگاه متناقضه. و اینکه در رابطه با قتل ناموسی گفتید، من توی همون موضوع زنان اشاره کردم که متاسفانه یک نوع همکاری و یک نوع در واقع مشارکت بسیار آشکاری بین سنت و قوانین ارتجایی این حکومت وجود داره که پدر مبینا میاد شب با داس میره بالای سر دخترش و ادعای شرف هم میکنه و میاد در واقع از تناقض بزرگتر اینه که دیه این دختر نصف مرده. نمیشه پدرشو به خاطر کشتن دختره قصاص کرد. بنابراین چی میشه؟ چون دیه مرد با زن برابر نیست، دیه زن نصف مرده. بنابراین چی میشه؟ این در واقع تناقض خیلی بزرگیه که طرف کشته مجازات نمیشه، ادعای شرف هم میکنه، در برخی جاها خود جامعه هم پول جمع میکنه دیه رو، اختلاف دیه رو میدن که آزاد بشه. ببینید، هم قوانین جمهوری اسلامی و هم سنت دست به دست هم دادن این فاجعه ها رو خلق کردن. راهش چیه؟ بازم میگم همون چیزی که خود خانم سوادکوری اشاره کردن، آگاهی دادن. آقای شایگان هم تو صحبتاشون اشاره کردن، باید آگاهی داد. بایستی ما از این کویر ظلمت، کویر و شورزار بی قانونی، بی عدالتی عبور کنیم، به وادی آزادی و به وادی آگاهی برسیم، وگرنه هیچ کسی چیزی به ما نخواهد داد. تنها راهش آگاهیه و عمل بر اساس آگاهی. سپاس. ممنون از شما آقای آلحمیدی. البته در مورد نقض حقوق کودکان در جمهوری اسلامی که خب واقعا میشه ده ها برنامه اجرا کرد، اما متاسفانه اگر برگردیم به همین 75 روز گذشته و کودکان عزیزی که از دست دادیم، من یه خبر خوندم که خیلی دردناک بود برام. یک کودک 2 ساله بلوچ، یک کودک 8 ساله بلوچ
حالا کودک 2 ساله که حتی شناسان، یعنی اسمش هم حتی فکر کنم نیست، یعنی من هرچی گشتم اسمش رو هم پیدا نکردم، ولی با گلوله جنگی کشته شده. یا اون کودک 8 ساله، دختر 8 ساله که تو آغوش خواهرش متاسفانه جان سپرد، و کیان پیرفلک عزیز که مدام ویدیوهاش میاد بیرون و چقدر دردناک این موضوع. دوستان عزیز اگر صحبتی دارن که بفرمایید، اگر نه که آقای آل‌عمود ادامه بحث بفرمایید. خب آقای آل‌عمود، گویا کسی صحبت نداره، دوستان شما لطفا ادامه بحث رو بفرمایید. بله ادامه بدیم. متاسفانه این روزها روزی نیست که ما به فضای مجازی مراجعه میکنیم خبری همراه با عکس و تفسیر درباره کودکی که با تیر مستقیم نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی کشته شده باشه دریافت نکنیم. احساس مشترک انسان‌های آزاده اندوه از بابت کودکانی است که اینچنین با تیر شقاوت نظام دیکتاتوری و نیروهای سرکوبگرش به زندگیشون پایان غم‌انگیز داده میشه و این چرخه جنایت همچنان ادامه داره. رژیم اما هیچ آماری از کودکانی که کشته نمیده. رقم 64 کودک کشته شده تا کنون که آقای رضا شایگان در ابتدای برنامه اشاره کردن رقم بسیار هولناک و وحشتناکیه. همونطور که رژیم در دهه 60 وقتی که در روزنامه رسمیش عکس تعداد کودک رو در صفحه اول روزنامه رسمی خودش من جمله روزنامه اطلاعات اون زمان زده بود که اسمشون مشخص نبود، این عکس ها همراه با یادداشتی از سوی دادستانی دادگاه انقلاب بود که از خانواده ها درخواست کرده بود که بیان اجساد اینا رو از سردخونه تحویل بگیرن. و همونطور که در جنایات سیستماتیک و نسل‌کشی سال 67 آماری از کودکان کشته شده ندادن. در سال 88 هم به همین منوال هیچ آماری از کودکانی که بودن در اعتراضات و کشته شدن هیچ آماری این رژیم ارائه نداد. و تا همین امروز این چرخه کشتار و جنایت ادامه داره. در خیزش ایزه 3 کودک زیر 18 سال با اصابت گلوله های نیروهای سرکوبگر جان باختن. یکی از این کودکان کیان پیرفلک فقط 10 سال داشت. این در واقع بحث فقط نقض حقوق کودک نیست، جنایته، جنایت آشکار. حتی وقتی از یونیسف سوال میکنن که میگه با اشاره به نبود آمار میگه که خود یونیسف اعتراف میکنه که از سپتامبر امسال تا کنون 50 کودک در جریان اعتراضات اخیر در ایران جانشون رو باختن. ولی خب به دلایل همون مماشات و بیعملی هیچ اقدام عملی مشخصی از سوی یونیسف برای مقابله با تعدی به حقوق کودکان و اقداماتی فراتر از صدور بیانیه یا ابراز تأسف از سوی سازمان بین المللی مدافع کودکان نشد. واقعیت اینه که نقض حقوق کودکان در ایران مربوط به 2 ماه اخیر نبوده و نیست. کودکان در ایران همواره در معرض خشونت بودن. با اینکه بر طبق قوانین ایران تنبیه بدنی در مدارس ممنوعه،
ولی در عمل این خشونت ها دارای ابعاد وحشتناکی هم هست. مدارس ایران به کانون های اعمال خشونت فیزیکی و روانی و کلامی حتی علیه کودکان تبدیل شده. این موزل دیگه در نقض حقوق کودک ازدواج کودکانه و کودک همسریه که هم در سنت اشاره کردیم، دوستانم کلی نمونهاشو گفتن، هم در سنت و در هم در قوانین کشور وجود داره. ماده 1041 قانون مدنی ایران میگه عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال و برای پسران قبل از رسیدن به 15 سال منوط به اذن ولی و به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح مجاز. آمارها حکایت از هزاران ازدواج کودکان زیر 18 سال به استناد همین قانون داره که اغلب به دلیل مشکلات اقتصادی و فرهنگیه. همچنین مجازات اعدام کودکان یکی از دیگر از موارد نقض فاحش حقوق بشر و حقوق کودک و جنایت آشکاره در نظام قضایی کشور و قضات رژیم با استناد به فقه و ماده 1210 مسئولیت کیفری قانون مدنی دختران بالای 9 سال و پسران بالای 15 سال قمری را افراد بالغ میشناسند و برایشان مانند بزرگسالان حکم صادر میکنند. جالبه که در اینجا هم شاهد تبعیض در مورد کودکان دختر هم هستیم نسبت به پسرها. دختران 9 سال، پسر 15 سال. میبینید که حجم وسیعی رو به اصطلاح دختران تشکیل میدن به دلیل سن پایینی که برایشون قائل شدن برای مجازات. اینها در حقیقت بیانگر وسعت ستم و جنایت علیه کودکان و به خصوص دختران خردساله. ماهک هاشمی 16 ساله اهل شیراز به دلیل ضربات باتوم نیروهای سرکوبگر کشته میشه. به گفته شاهدان عینی موقع تحویل دهی جسد ماهک نیمی از صورتش کاملا کبوت بوده. هستی حسین پناهی دختر 16 ساله 19 آبان در مدرسه توسط نیروهای بسیج مورد ضرب و شتم قرار میگیره، اکنون در سی سی یو برای بقا میجنگه. ارشیا امام قلی زاده نوجوان 16 ساله بازداشتی دو روز بعد از آزادیش دست به خودکشی میزنه. اون رو به اتهام امام پرانی دستگیر کرده بودن. هستی نارویی دختر 7 ساله بلوچ در جمعه خونین زاهدان به دست نیروهای سرکوبگر به طور وحشیانه در اون قتل عام خونین کشته میشه. 7 ساله هستی نارویی. تلویزیون CNN گزارش خود را درباره خشونت‌های جنسی ماموران امنیتی به دستگیر شدگان درباره آرمینا عباسی میگوید آرمینا در 17 اکتبر توسط نیروهای امنیتی به بیمارستان امام علی کرج آورده میشه. این دختر رو موهاش تراشیده بودن و به دلیل شدت تجاوز دچار خونریزی معقد شده بود. گریه‌آوره. در مهاباد نیروهای سرکوبگر و پاسداران کسانی که در صف نانوایی بودن به رگبار می‌بندن. استفاده رژیم از گاز سمی اعصاب علیه کردها در شهر جوانرود جنایت علیه بشریت به این آشکاری. راستی دیگه دیکتاتوری مونده که علیه کردها از گاز سمی استفاده نکرده باشه؟ آخه چی کردن این کردها؟
29 آبان بهاءالدین ویسی نوجوان 16 ساله با شلیک مستقیم ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی در سرقس کشته میشه. دانیال پابندی جوان 17 ساله در سرقس توسط نیروهای سرکوبگر کشته میشه. ایلار حقی دختر اهل آذربایجان در ملکان در اعتراضات در تبریز از دست نیروهای امنیتی به یک ساختمان پناه میبره. اینا میان اون رو از بالا پرت میکنن پایین. در دم کشته میشه. باور کنید اینها خبرهایی که نیاز به وقت گذاشتن نیست. شما کافیه توییتر رو باز کنید. کافیه فضای مجازی باز کنید. جدید جلوی چشمم بود. اینها در واقع نشون دهنده وسعت جنایت و از طرف دیگه سکوت شرم‌آور وجدان جهانی است. باید بیدارش کنیم ما. بیشک انبوه دستگیر شدگان هستند، الان وجود دارند در خانه های امن و در بازداشتگاه ها و در زیر وحشیانه ترین شکنجه ها قرار دارند. انبوهی هم از قیام کننده ها در خیابون توسط شلیک نیروهای سرکوبگر مجروح میشن و بسیاری از اونا از ترس دستگیری به بیمارستان ها نمیرن، در خونه ها مداوا میشن. خیلی جالبه که این رژیم حتی پزشکان و کادر درمانی هم که اقدام به مداوای مجروح ها و زخمی های تظاهرات میکنن رو دستگیر و شکنجه و مجازات میکنه. کیه که ندونه حرفه طبابت و پزشکی الزام میکنه برای پزشک، برای پرستار که هر انسانی رو صرف نظر از عقیده و موضع سیاسیش حق داره به درمان و دارو و کمک های پزشکی دسترسی داشته باشه. جا داره یاد آقای آل حمودی. بله بفرمایید. بس خواهی میکنم. خواهش من خانم مباشر فقط یه سوال دارم از شما. مدت هست بالاست خانم مباشر و بفرمایید. خب آقای آل حمودی، اونقدر این آمار واقعا آدم درد به دلش میاد که آدم قلب آدم از سینه آدم درد میاد، واقعا آدم نمیدونه چی بگه. ولی یه موضوعی هست که الان شما فرمودید که خب سن جرم و جرم شناسی برای پسران 15 سال، برای دختران 9 سال. اما با وجود همین قانونی که خودشون در قانون اساسی کشورشون نوشتن، شما میبینید که الان دو تا بچه بلوچ رو گرفتن 14 ساله و 16 ساله و اصلا 14 ساله نمیدونه محاربه یعنی چی، اصلا همون 16 ساله هم نمیدونه محاربه یعنی چی. چطور هست که همون قانونی که خودشون نوشتن با دست خودشون تصویب کردن الان این دو تا بچه رو گذاشتن به عنوان محاربه میخوان اعدامشون کنن؟ یعنی این انقدر واقعا جامعه جهانی داره این رو میبینه و سکوت کرده در قبال این موضع. این چه واقعا اینا نمیدونم اسم تروریست هم نمیشه بهشون گذاشت، حتی اسم نمیدونم باید اینا بهشون چی گفت. اینا دارن از چی دارن از چه چیزی انتقام میگیرن اینا؟ یعنی یه جوری مثل ما میگیم که وقتی یکی در کودکیش کودکی نداشته باشه، در بزرگسالی دچار مثلا عقده هایی میشه که خب در این عقده ها رو از درونش بیرون میزنه و این کار انجام میده. یعنی اینا واقعا عقده های درونی کودکی خودشون رو دارن بر سر کودکان ما بیارن. این اصلا من نمیدونم، واقعا نمیدونم چطور آدم این کلمات رو به زبان بیاره. چطور تونستید این همه بچه رو حالا کشتید که هیچ؟ چقدر از بچه های ما که در بازداشتگاه های شما هستن و شناسنامه ندارن و هیچ هویتی ندارن و دارن زیر بار شکنجه های شما دارن آسیب میبینن؟ و چقدر از بچه های ما هست که حالا
دارید حکم‌های اعدام هم براشون میزنید، دارید براشون محاربه، براشون به جرم اتهام محاربه بهشون نسبت میدید. این چطور هست؟ واقعا جامعه جهانی واقعا نمیدونم چرا سکوت کرده، چرا هیچ کار نمیکنه. یعنی شما ما به هر جایی که فکر کنید ما چنگ زدیم، هر جایی که فکر کنید ما ایمیل زدیم، اطلاع رسانی کردیم، عکس پخش کردیم، اصلا شما نمیدونید به هر طریقی که شما فکر کنید ما داریم فعالیت میکنیم، ولی هنوز این جامعه جهانی سکوت کرده در قبال این دولت. ما بعد واقعا نمیدونم دیگه، واقعا نمیدونیم چیکار کنیم. ممنون از شما. مرسی. ممنون از شما خانم مباشری. جامعه جهانی متاسفانه 43 ساله که چشماشو بسته، گوشاشو بسته. رسانه های همسو با جمهوری اسلامی همینطور متاسفانه همواره چشم و گوششون بسته است. هر کدوم از این مواردی که آقای آل‌محمود داشتن خبرشون رو میخوندن تو هر نقطه ای از دنیا اتفاق میفته، تو همین کشور آلمان که ما هستیم اگر یک دونش اتفاق میفتاد مطمئنن دنیا زیر و زبر میشد. ولی خب این همه اتفاقا افتاده ولی هیچ خبری نشد و نخواهدن شد. ما فقط خودمون رو داریم، یعنی ما مردم همدیگر رو داریم و باید همدیگر ساپورت کنیم. آقای آل‌محمودی اجازه بفرمایید خانم اشجعی هم صحبتشون رو بفرماین. خانم اشجعی بفرمایید. با سلام خدمت همه دوستان و تشکر از وقتی که به من دادید. در رابطه با جامعه جهانی، خب باید اینطور گفتش که همین جامعه جهانی است که داره اسلحه همین در واقع تفنگ‌هایی که یا اسلحه‌جاتی که ساچمه‌ای هستن به جمهوری اسلامی میفروشه، که الان مشخص شده ایتالیا و فرانسه هستن که این نوع اسلحه رو به ایران فروختن. خب جامعه جهانی در فکر اقتصاد خودش، در فکر این هستش که بحران‌های اقتصادی کشورهای خودشون رو به نفعی در واقع حل بکنن، برای اینکه اگر فروش نباشه و در واقع فروش اسلحه‌جات و سایر تولیداتشون نباشه، اونها هم خودشون دچار بحران‌های اجتماعی خواهند شد که من امیدوارم یک روزی جهان بلند شه، یعنی همه مردم دست در دست هم دیگه بر علیه اون چیزی که ظلم هست، ستم هست بر این جهان، اجحاف هست، تبعیض هست بلند بشه. ولی به هر حال جامعه جهانی کار خودش رو انجام میده. ما نباید از جامعه جهانی، به عقیده من، از کشورها یعنی کمک بخوایم، بلکه باید اون چیزی که متوجه، یعنی ما رو باید متوجه بکنی با این شرایطی که در ایران هست در طی این 40 سال، باید خودمون باشیم، نوع مبارزه رو خودمون مشخص بکنیم، طریق در افتادن با این فاشیست خودمون باید تعیین کنیم، حتی پشتوانه های مالی رو باید خودمون تعیین کنیم، چرا که در قدرت اونها صاحب قدرت هستن، هم نظامی هم پولی. ما هم باید دارای همین قدرت ها بشیم تا که بتونیم مقابله بکنیم. در غیر این صورت در واقع باسم به سازش، به آشتی، به مسائل دیگری این جنبشی که واقعا حیفه، یعنی واقعا قابل توجه است، خواهد رفت. من نظرم این هست. برای جامعه جهانی هیچگاه و هیچ وقت به نفع مردم ایران نخواهد بود. مردم ایران باید در فکر خودشون باشن. من مایک رو میبندم و تشکر میکنم. ممنون از شما خانم اشعی. آقای آل‌محمودی صحبت‌های پایانی و جمع‌بندی شما رو بشنویم و بعد جلسه پایان می‌گیرم. بفرمایید. بله، من می‌خواستم در ادامه صحبت‌های و فرمایشات خانم مباشری و خانم اشتری بگم که ببینید، همینطور که شما اشاره کردین، ما در حقیقت با یه جامعه جهانی مواجه هستیم که تجارت و سود بر جان انسان‌ها مقدم است. این دردآورترین جنبه این قضیه است که راست میگه، این تفنگای ساچمه‌ای رو همینا بهش میفروشن، بهشون
کما اینکه اون گاز سمی رو هم همینا میفروشن که علیه کردا استفاده میکنن و چقدر این ملت ها خون دادن. و ببینید من یه اشاره کوتاهی بکنم و صحبت مخاتمه بدم. در آبان 98 در اهواز قیام تشنگان رو همه شنیدن. در همون روزای اول 8 نوجوان عرب رو به همراه 10 نفر دیگه کشتن. یکی مجاهد جامعه 17 ساله از کوت عبدالله، حمزه بریهی 17 ساله از کوی آسیاباد اهواز، رضا نیسی 16 ساله از منطقه گرانه پاستوریزه شهر اهواز، سید احمد چقاوله 17 ساله از شوشتر، قزلاوی 16 ساله از شهر خرمشهر، علی احمد البوعلی یا دریس 17 ساله از ماشر، قزلاوی 12 ساله از خرمشهر، محسن محمدپور منیعات 17 ساله در هجوم نیروهای سپاه به معترضین در فلکه دروازه خرمشهر به دست نیروهای سرکوبگر کشته میشه. ببینید همیشه این هست در حقیقت، و اون در حقیقت کشتار وحشیانه نیزار بندر ماشر رو که همه به یاد دارن که با دوشگاه همین جوانهای کم سن سال رو کشتار کردن، بیش از حدود 120 نفر. اینها فاجعه هایی است که این در واقع ارتجاع مذهبی خلق کرده و به نظرم ما راهی نداریم جز این که این جنگ جنگ اراده هاست دوستان، جنگ اراده هاست. ما راهی نداریم، راهی برای عقب نشینی نداریم. بایستی خواسته های مشروع و قانونی خودمون رو روش اصرار بکنیم و با هم باشیم، تعدادمون رو بیشتر بکنیم، تلاشمون رو بیشتر بکنیم و بتونیم مردم اسیر خودمون رو نجات بدیم. امیدوارم که بتونیم. سپاس از فرصتی که به من دادین. میبخشید اگر صحبتم طولانی شد، میبخشید اگر برخی دوستان فرصت نکردن سپاس از شما. ما از شما سپاسگزاریم جناب آقای آل حمودی که دعوت ما رو پذیرفتیم و از صحبت‌های خیلی خوب شما استفاده کردیم. به هر حال حقوق کودکان خیلی مهم است، همونجوری که آقای شفایی هم فرمودن کودکان امروز آینده سازان کشور هستن و نوع تربیتشون و حقوقشون، رعایت حقوقشون خیلی مهم هست برای همه اقشار جامعه، به ویژه حالا کسانی که تو رأس امور هستن که متأسفانه در جمهوری اسلامی عکس این موضوع همیشه اتفاق میفته. ضمن اینکه در قیام اخیری که مردم ایران، یعنی در حال در جریان هست، مردم ایران بر علیه ظلم و استبداد قیام کردن، متاسفانه ما کودکان زیادی رو از دست دادیم که امیدوارم خونشون پایمال نشه و به زودی زود ریشه ظلم و استبداد از جامعه ایران رخت ببنده و مردم به آزادی و اون چیزی که استحقاقش رو دارن برسن. من از همه عزیزانی که در این جلسه حضور داشتن، اظهار نظر کردن یا سوالاتی داشتن تشکر میکنم. تا این زمان وقت گذاشتن، همینطور تشکر میکنم از همکارانی که منو یاری کردن در این جلسه، ضبط صدا جناب آقای محمد رسول پورتندرست و ادمین ها خانم ها نرگس مباشریفر و لیلا ابو طالبی که منو یاری کردن در این جلسه، جلسه ای که با همت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی
برگزار شد با موضوع نقض حقوق کودکان و کودک‌کشی در جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزارم از آقای کاوه آل حمودی که دعوت ما رو پذیرفتن و در این جلسه حضور داشتن و از این همینطور بار دیگه از همه عزیزانی که در جلسه حضور داشتن و وقت خودشون رو اینجا به ما دادن تشکر میکنم. در ساعت 19:40 به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه رو اعلام